بررسی وضعیت مسلمانان در هند نشان می دهد گویا قرار نیست مسلمانان در این کشور از ظلم دولت هند رها بیابند در همین راستا حزب نالن رامودی جدیدترین اقدام خود را برای اخراج مسلمانان از ایالت آسام هند به انداخته است همکارم علی اکبری گزارش می دهد روزنامه نیویورک تایمز با انتشار گزارشی به وضعیت مسلمانان هند پرداخت و نوشت کمپین اخراج مسلمانان بومی در ایالت آسام در شمال شرقی هند جدیدترین کمپینی است که حزب ملی گرای هندوی بهارت یا جاناتا علیه مسلمانان این کشور به راه انداخته است فیلم های خشونت و سوزاندن منازل مسلمانان در این ایالت هندی ها را شوکه کرده مخصوصا پس از اینکه در ماه گذشته میلادی به طور گسترده گسترش یافت. مسئولان دولتی این اقدامات خشونت بار را توجیه کردند و گفتند تعداد زیادی از مهاجران غیرقانونی از بنگلادش می آیند در حالی که کسانی که در زمین های پروژه های مهم کشاورزی حضور دارند هدف قرار داده شدهاند. در این حال بازنگری و بررسی اسناد رسمی و مصاحبه های متعددی که این روزنامه انجام داده حاکی از آن است که تعدادی از ساکنان اخراج شده در واقع شهروندان قانونی هستند که حق زندگی در زمین های حکومتی را دارند این در حالی است که منتقدان دولتی معتقدند که عملیات تخلیه و اخراج بخشی از کمپین گسترده حزب حاکم علیه ساکنان مسلمان در هند است سوابان کمارگوش نایب رئیس یک سازمان غیرانتفاعی که به نفع آوارگان در آسان فعالیت می کند می گوید. آنها می که مسلمانان زیر ظلم بوده و زیر سلطه هندوها باشند. این روزنامه اعلام کرد نارند رامودی نخست وزیر هند و حزب بحاراتی یا جانتا توانستند با حمایت از طرحهایی که بیش از دویست میلیون مسلمان در این کشور را در تنگنا قرار دادند یک پایگاه ملی هندوی قوی را بسیج کنند. این گزارش درباره شدیدترین تدابیر علیه مسلمانان در ایالت آسام اعلام کرد. نزدیک یک سوم ساکنان این ایالت مسلمان هستند. در تابستان 2019 میلادی تجدید نظر قانون شهروندی بیش از دو میلیون نفر از ساکنان این ایالت که تعدادشان 33 میلیون نفر است انجام نگرفت. این در حالی است که در دسامبر همان سال هند تصمیم گرفت قانون مهاجرت را تصویب کند و اعطای تابعیت به مهاجران غیرقانونی از کشورهای مجاور را که هندو و از ادیان دیگر به استثنای مسلمان باشند سرعت بخشد